با درود به دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و این ویدیو راجع به موضوعات مختلفه. بذارید از مد شروع کنیم. من یادمه که وقتی ایران اومدم دو سال 2003 که زندگی کنم، اما اوائل یه مهمونی دعوت داشتم خونه یه دوست بسیار عزیزی که چند سال پیش متاسفانه از دنیا رفت و ایشون گفت ساعت 10 بیا مهمونی پارتی مانند حالا هرچی. ما ساعت 10 رفتیم و کچلوار پوشیده و با یه پیرن و اینا. این گفت این چیه دهاتی؟ گفتم چرا؟ گفت وارو عوض کن، این لباست اصلا بر چیز لباس شیک فلان نیست. و بعد دستوراتی داد که اینجوری بکن اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد موهات هم دفعه بعد بگم من سرمونی خوب بهت نشون بدم، موهات هم افتضاحه و از این قبیل. ما رو میگی مثلا تو امریکا ما با همین چیزا میرفتیم مهمونی، خیلی هم خوب بودیم. گفتم چرا ایران انقدر چیزه، انقدر آلاموت هستن ملت. و کم 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 دیدم آقا تو ایران این مسئله مد اصلا حرف اول میزنه، چیزایی که اینجا دیگه مهم نیست. اینجا شلوار جین رو اختراع کردن که دیگه شلوار اتو زده نپوشن. و خیلی موقعا میگم آقای زاکرمن رو میبینید فقط یه تیشرت تنش میکنه، به قول خودش که دیگه صبح تصمیم نگیره که چه رنگی بخواد بپوشه، ممکنه از اون تیشرت 20 تا داشته باشه ولی همون یه رنگو میپوشه. آقای استیو جابز همین کارو میکرد، همیشه با یه لباس یقه اسکی، مونتا 60 تا از اون داشت، دونه 200 دلاری هم بود، از این 10 15 دلاری 20 دلاری ها نبود. ولی دیگه دنبال مد و اینا نبودن. استیو جابز همیشه با یه شلوار جین بود و من توی شرکت کار میکردم، مدیر عاملمون بالای 100 میلیون دلار پول داشت، همیشه با شلوار کوتاه میومد سر کار زمستون تابستون، فقط یه دونه شلوار و یه پیرهن سفید و یه کراوات تو اتاقش آویزون بود که برای مصاحبه‌های مطبوعاتی وقتی تلویزیونی چیزی میاد باش مصاحبه کنه اونا رو میپوشید، مصاحبهش میکرد باشم میکند و دوباره با شلوار کوتاه. یکی از دوستان رفته بود یه عروسی که آقای زاکربرگ شرکت داشته، از زوج ایرانی بودن که زاکربرگ رو میشناختن، از فیسبوک دعوتش کرده بودن. میگفتش که با کچه مثل همه با پاپیون و خیلی شیک اومد و با خانومش که دکتر کره‌ای هست، میگفت مهمونی که تموم شد بلافاصله همونجا رفت توی اتاقی لباسش عوض کرد، تیشرت پوشید، سوار فولکس قورباغه‌ایش یا بیتلش شد، البته خب محافظانم به دنبالش. منظوری که اینجا اصلا این چیزا مهم نیست. یکی از چیزایی که دوست دارید میگه آقا مثلا راجع به امریکا فلان، امریکا واقعا لباس و مود اصلا مهم نیست، خیلی کم چیزی باشه که مثلا مهم باشه. یا شما کجا میخواید این مثلا لباس رو نشون بدید، به کی میخواید نشون بدید؟ نه سر کار میشه نشون داد، نه مگه مهمونی ایرانی باشه که با ایرانیای دیگه بخواید چیزی رو به هم دیگه نشون بدید. اونم بازی 4 تا امریکایی وسطش دعوت کنی میبینی که اونا اصلا لباساشون یه جورای دیگه است و یه رنگای دیگه است. اسکی اومدیم تو ایران بکنیم، دوستان گفتن آقا اسکیت مدل چه سالیه؟ گفتم من سوالشو یادم نیست، مثلا 5 6 سال خریدم. نه آقا الان مثلا 2004، باید اسکیت 2004 باشه. خب مال ما قدیمیه. آقا لباسا چی؟ چی؟ گفتم آقا لباس ما کتش زرده، شلوارش مشکیه، اسکیمون سفیده، کاسکتمون نمیدونم یه رنگ دیگه است. گفتن نه آقا باید هماهنگ باشه، اسکی و شلوار تو، کاپشن تو، کلات همه باید هماهنگ باشه، آخری مدل هم باشه، بعد سال دیگه نمیفروشی میره مثلا 2005شو میخری. اینا یه چیزایی است که برای اینجا اصلا غیر قابل تصور بود. البته مال من جنس لباس و اینام گورتکسه که ضد آب کامل، میتونید باشید دوش فایسید در زمین که تنفس میکنه ولی ضد آبه. قیمتش مثلا شاید از نظر قیمت بالایی داشت ولی از نظر نمایشی اصلا چیزی نبود که کسی رو جلب توجه کسی رو بکنه، به خصوص تو ایران که اصلا ما مثل داتیا رفته بودیم با این لباس ها رنگ با رنگ و فلان. باز دوباره همون مسئله این که میگم ما تو ایران خیلی رفتیم تو مرچیز مود. از نظر زیبایی نمیدونم، عمل جراحی صورت، انواع و اقسام چیزهای زیبایی همه کاری میکنیم و من و به جرات میتونم بگم که دخترای ایرانی در روز نرمال و در روزی که توی مهمونی هستن، حتی مهمونی عروسی خودشون، ممکنه 20% اختلاف داشته باشن. یعنی روز معمولی 80% عالی هن، مثلا عروسی که بخوام بدن دیگه چیز زیادی نمیتونم به اونی که دارن اضافه کنم، میشه 20%. اینجا دخترای امریکایی که آدم سر کار میبینه
معمولا مثلا فرض کنید آرایششون در حد 10% 20% و توی مهمونی عروسی مانند که بری ببینی که آرایش کرده یا قیافش 100% آدم میگه عجب خوشگله، در این حد. یعنی اون کارو میذارن فقط موقعی که یه چیز خیلی میگم عروسی باشه، چیزی باشه، اونم نه مهمونی معمولی، به خودشون میرسن. وقتی خب به خودشون میرسن مایش هم دارن، خیلی خوشگل میشن. ولی در روز عادی میبینی که کار زیادی نمیکنن، خیلی اصلا سعی نمیکنن که خودشون خوشگل کنن و حتی یه کرم بعضی وقت روشون میاد صورتشون بزنن. و این با اون چیزی که ما توی نسل خودمون و نسل‌های دیگه دیدیم تو ایران کاملا فرق میکنه. به هر حال این از این داستان مد و زیبایی و فرق ایران و امریکا. یه ایرانی که از امریکا میاد مثل من در ایران هرچی هم میخواد لهجهشو درست حرف بزنه اینا زود شناخته میشه. حالا چجوری شناخته میشه؟ اولیش به قول من لهجه است. من سعی همیشه کردم فارسی درست حرف بزنم. دیدید که کلمات انگلیسی رو سعی میکنم فارسیشو بگم اینا، ولی با وجود این وقتی اومدم ایران بعد چند وقت یکی از کارمندان مادیران به من گفت شما روز اول که اومدی لهجه داشتی ولی الان خیلی خوب شدی دیگه لهجه نداری. شاید مثلا ارامنه، ارامنه میده 400 ساله تو ایرانن ولی لهجه دارن هنوز. نمیدونم چرا هنوز لهجه دارن. سیاه‌پوستا چند صد سال اینجان لهجه خودشونو دارن، اصلا با سفیدا یه جور نیست. اونایی که یه جوره میشن وزیر و میشن آقای کولین پاور و خانم رایس و از این قبیل. این داستان شناسایی اولیش لهجه است که آدم اگه میخواستی کلمه ای بپرونی که خب خیلی زودتر شناسایی میشدی. من خوشبختانه اون یه کار نمی کردم ولی بازم ظاهرا یه تلهجه ای وجود داشته. اگه الان میبینید لهجه ای نیست برای اینکه دارم مرتب صحبت میکنم. اگه دکتر هولاکویی میگید لهجه نداره برای اینکه مرتب داره صحبت میکنه. اونایی که هر روز این صحبت رو نمیکنن به زبان فارسی کم کم لهجه ای براشون ایجاد میشه. حتی بچه های ما یه ذره لهجه دارن، مثلا ارامنه صحبت میکنن. در مورد دیگرش اینه که مثلا رفتم داروخانه، تو داروخانه قرصی میخواستم یارو برام نوشت 6000. من خوندم اینو 6000 تومن، 6000 تومن اون موقع میشد 6 دلار. من همون قرص های تو امریکا 3 قرص بود اگه میخواستم بگیرم، پول فرانشیزی که باید میدادم 3 تا 20 دلار بود، یعنی 60 دلار. من اصلا خوشحال بودم که 6 دلار کجا 60 دلار کجا، 10 برابر. رفتم به صندوقدار مثلا 6000 تومان دادم، یارو نگاه کرد گفت آقا از خارج اومدی؟ گفتم چرا؟ گفت 6000 ریال نه تومان. بعد دیدم این قیمتش 1% اون پولی است که من در امریکا به دواخونه باید بدم. مثلا باورم نمیشد. بنابراین پول دارو اینقدر تو ایران ارزونه به نسبت امریکا در حد 1% که آدم باورش نمیشه و طبعا میتونه اشتباه بکنه ریال و با تومن و اینجور مسائل. یه راه دیگه که میتونید شناسایی کنید کسی که خارج میاد، در امریکا آدم یاد بگیره که ملت یه فضایی رو دوست دارن بین خودشون و نفر جلویی بغلی باشه. امریکایی دوست ندارن ملت با هم بچسبن اینجوری، یه فاصله رو حس میکنه. یعنی توی جلو شما توی مهمونی مثلا داری با یارو حرف میزنی، بری توی شکمش یه ذره بخوای دهن به دهن صحبت کنی، یارو یه قدم میره عقب. این چیزیست که ما تو ایران فاصله، به قول من حتی این فاصله اجتماعی رو قبل از کووید هم اینا همیشه رعایت میکنن، یه فاصله نگه میدارن. ما تو ایران اگه کووید هم باشه بازم فاصله نگه نمیداریم. مثلا رفتی دستگاه خودپرداز میخوای پول بگیری، پول بدی، نفر عقب پشتری تقریبا نفسش پشت گردنته و ما ها شاید اینجوری خیلی راحت هستیم، ولی امریکایی این کارو کنه قول میشه، یعنی ممکنه مثلا گارد بگیره فکر کنه میخوای بزنیش. برای همین یکی از راه‌های دیگه شناسایی اینه، اینا که اینجا زندگی کردن مدت زیادی دوست دارن این فاصله رو حفظ بکنن. تو مهمونی زیاد نزدیکشون نرید، یه فاصله رو حفظ بکنید. بیاید زیاد دهان به دهان بشید و نمیدونم فاصله نفس هم دیگه رو بتونید چیز کنید، این جماعت اصلا خوششون نمیاد. ایرانی هم که اینجا بودن طبعا خوششون نمیاد. حالا برسیم مسئله آخر، اینی که چرا بعضیا کلمات انگلیسی میندازن. مثلا طرف 2 سال اومده اینجا برمیگرده تو ایران شروع میکنه انگلیسی حرف زدن با پدر مادرش و با برادر و خواهر و دوست. و یه مقدار این مسئله جست، دوستان دوست دارن جست بگیرن که ما خارجی بلدیم و فلان. من حتی دوستانی دارم در ایران که من سعی میکردم فارسی بگم
اونا سعی میکردن انگلیسی بگن. آقا مثلا من دارم تو فارسی میگم، چرا میخوای به من انگلیسی بپرونی؟ کلمات استفاده کلمات انگلیسیشون رو یا میخوان تمرین بکنن یا هرچی. بعضی هم که اینجا هم چند سال نیومده یا فهمیدی اصلا لهجه شد انگلیسی و نمیدونم اینا، دیگه یه ذره کم لطفیه. دوستان باید دقت کنن، اگه فارسی هم میزنن فقط فارسی باشه، انگلیسی هست انگلیسی باشه. من یادم در مدتی که کار میکردم میگفتم تو شرکت فقط انگلیسی حرف میزنن، چه با ایرانی چه با امریکایی، تو خونه فارسی حرف میزنم. یعنی مهمون امریکایی هم من نداشتم معمولا، اگر یه کسی دعوت میکرد میگفتم آقا منو نذار اینجا نگهبان که آقا باید با آشناتی رو صحبت کنم، اون کار خودشو بکنه منم کار خودم، من تو خونه دوست دارم فارسی حرف بزنم. به هر حال اینا چیزاییست که هست. و دیگه اون دوستانی که از خارج برمیگردن یه ذره باید رعایت کنن که از کلمات انگلیسی کمتر استفاده، نمیگم بلغور، استفاده بکنن، برای اینکه ملت رو چیز میکنم. من همینطور دقت کردم ویدیوهایی که من میذارم، اگه مصاحبه توش هست یا لایوی توش هست، کسانی که فارسی خوب حرف میزنن بیشتر مورد توجه قرار میگیرن تا کسانی که تمام کلماتی که میگن انگلیسیه، نصفش انگلیسیه. اینه که اینو من پیشنهاد میکنم دوستان دقت کنن که به خصوص اگه با جماعتی که در داخل ایران هست میخواید صحبتی بکنید، به زبان سلیس فارسی، زبان مادریتون، با اون زبان صحبت بکنید. خوب و خوش باشید.